همفر انگلیسی برگشت و محمد ابن عبدالوهاب رو با یک شور و هیجان بیشتری فریفت و او رو پرورد و آماده کرد که به نجد برود، سرزمینی در شرق شبه جزیره عربستان. و همچنان که پیامبر اکرم در احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت نیز آمده است فرموده بود که از نجد قرن شیطان، شاخ شیطان برمیخیزد، به راستی فتنه از نجد آغاز شد. محمد ابن عبدالوهاب با همکاری عده‌ای از افسران انگلیسی که به عنوان برده در کنار او بودند و اونها رو به مردمان برده خیش معرفی میکرد و هم با همکاری شخصی به نام محمد ابن سعود که اون نیز آماده شده و پرورده شده برای ادامه این روند و حرکت شوم بود، هم دست و هم داستان شدند و شروع کردند به بنیانگذاری فرقه‌ای به نام وهابیت که شاخصه اصلی او قشریگری و برداشت بسیار خشک متعصبانه از ظواهر آیات قرآن بود و نیز شاخصه شعار او تکفیر جمیع فرق مسلمین از سنی و از غیر سنی و از شیعیان به خصوص. اونها توانستند با تکفیر کردن و خون مسلمین رو حلال دانستن، جنگ هایی رو با پشتوانه لوجستیکی سفارت استعمار وزارت استعمار انگلستان آغاز بکنن، قبایل مختلف رو کم کم به درگیری بکشانن، کشتار بکنن و با ایجاد وحشت قلمرو به سیطره خود رو گسترش بدن. در جنگ های مختلفی که با مدینه و مکه کردن، کم کم سلطه شرفا مکه و مدینه که بسیاری نیز از سادات بودند رو از مدینه و مکه برداشتند. البته در آغاز جنگ ها جدی بود، مواجهه مسلمین با اونها جدی تر و مسلمین بر نمی تافتند که قومی به این حد وحشی و قشری با شعار سلفیگری بتوانند به مبارزه با مجموعه مسلمین و تکفیر مجموعه مسلمین بپردازند. ولیکن که با پشتیبانی مالی و سیاسی و تسلیحاتی انگلیس و بریتانیا و دیگر کشورهای استعماری، روز به روز کار اونها رشد و نمو بیشتری پیدا کرد تا جایی که بر حجاز مسلط شدن و در همون راستا آثار رسول الله رو سعی کردن از بین ببرن. قبور ائمه بقی علیهم السلام را، فرزندان رسول الله را، با اون قبه و بارگاه بسیار فاخر و چشمگیری که داشتن خراب کردند، ویران کردند، با خاک یکسان کردند. قبر برخی از اصحاب پیامبر و شخصیت هایی که در بقی بودند همچنین، و پرداختند به این که مثلا قبر پدر پیامبر را به بهانه این که پدر پیامبر در قبل از اسلام بوده، پس مؤمن نبوده، پس مسلمان نبوده، که سخن نیست واهی، ویران کردند، با خاک یکسان کردند. آثار مختلف پیامبر اکرم را به بهانه گسترش حرم یا تعمیرات یک به یک از بین بردند. حتی در صدد این بودند که قبه خضرایی که بر قبر پیامبر در مسجد النبی بود او را هم ویران بکنند، که در مواجهه با عاطفه و احساسات جمیع مسلمین در جمیع بلاد نتوانستند این یک رو به انجام برسانند. اما در دستورالعمل کار اونها بود در همان راستا که استعمار پیر شوم و پلید انگلیس می‌خواست.